200 میلیون پول چیزی بود که همه میخواستن یه نسبتی باهاش برقرار کنن. من تو رو چی کار دارم؟ بالا چی شد؟ بالایی پایین نمیاد از حرف. خب یعنی چی؟ پس تکلیف ما چی میشه نصرت خانم؟ با اینو دیگه کجا دلم بذارم؟ نصرت خانم جون نمیخوای یه کاری کنی؟ چیکار کنم قربونت برم چیکار کنم؟ برو با آقای بالایی صحبت کن بلکه تونستی راضیش کنی. چی بگم بهش؟ برو بگو تمام آدمایی که اینجا وایسادن اگه جیری جیری اون کارتو نمیکشیدن جناب عالی الان پوز نبرده بود. مرجان دخترم این حرفا چیه میزنی؟ حکایت مانند یک بقالی میباشد. بقالی یک پوزه با یه عالم مشتری پوزکش. حالا گذشته از تشریک مسایی اگر پوز بقالی برنده شد آیا مشتری ها باید مدعی باشند؟ این از اون حرف هست آقا عوضا. شما اینجا آدم سوپری میبینی؟ قره کشه محله است. خانوما اجازه بدید. بالاخره آقایون به یه توافقی میرسن. خب اگه نرسن چی؟ این قرعه کشی از اولش هم زنونه بوده. درست میگم؟ گلچین خانم راست میگه. از همون اول سپردن امورات قرعه کشی دست آقایون کار اشتباهی بود. درسته؟ نباید میپذیرفتیم. همینجور برای خودت حرف نزن. این آشی بود که شما عباس آقا برای ما پختی. بله. بس میگه. اصلا چه ربطی به من عباس آقا داره؟ ببخشید، معذرت میخوام. خیلی معذرت میخوام. دور از جون آقا نصرت. همچین میگه به عباس آقا ربطی نداره. اگه به عباس آقا بود که الان نشسته بود بالا سر این 200 میلیون همچین بعدش نمیاد معامله ام بکنه. مداد که مداده از مغزش استفاده میکنه. من نمیدونم شما چرا دارین آکمن نگه میدارین این مغز رو. حرفتون رو نمیفهمم. آقا نصرت ما قصد بی احترامی به همون نداریم که. ما اگه چیزی هم داریم میگیم از طرف همه است. وگرنه ما سنگ خودمون رو به سینه نمیزنیم که برادر من. بله سنگ برداشتین دارین میکوبین تو سر من. من میگم حرفتون چیه؟ بذار من روشنت کنم آقا نصرت. این آقا رضا اگه میگه ما سنگ خودمونو به سینه نمیزنیم منظورش اینه که ما یه پولو برای خودمون نمیخوایم. ایشون یه پیشنهاد دارن که پیشنهاد همه ماست. بگو آقا رضا پیشنهادتو. ببین آقا نصرت، من میگم اگه بخوایم این 200 میلیون رو بین 50 نفر تقسیم کنیم چیز دندونگیری گیری کسی نمیاد. بهترین کار اینه که این پولو بذاریم توی صندوق بین اعضای قرعه کشی به نوبت وام کوتاه مدت بدیم. اینطوری گره ای از مشکلات این بنده خدا هم حل میشه. شما خجالت نمیکشین؟ نشستین بر رو بر تو چشای من نگاه میکنین بعد راجع به حسابی که متعلق به من تصمیم میگیرین؟ بازم میگه حساب من؟ صد بار دیگه هم میگم حساب من. آقا اصلا شما میفهمی ما چی میگیم؟ نه شما میفهمی من چی میگم. نه شما میفهمی. نه شما میفهمی من چی میگم. شما میفهمی آقا نصرت. شما اجازه بدین آقا رضا شما میفهمی، ایشون میفهمه، همه میفهمه، آدمای فهمیده هستین. بذارین گفتگو ادامه پیدا کنه. نوبت شماست ولی شما بفرمایید آقای بالایی. یه جوری حرف میزنه میگه نمیفهمی نمیفهمی، انگار داره تو ادبیاتش از 10 تا صنعت ادبی استفاده میکنه. استعاره و ایهام و تشبیه همش داری کنایه میزنی. چه کنایه‌ای؟ فکر کردی با یه دستخط میتونی صاحب حساب من بشی؟ ببین آقا نصرت، ما همچی فکر نکردیم. بانک قانون خودشو داره درست، ولی اون کاغذی که اونزی شما زیرشو امضا کردی انگوش زدی پاش مستقیم اشاره میکنه به صندوق قرعه کشی و از نظر ما و تک تک همسایه ها وجاهت قانونی هم داره. اینو یادت باشه برادر. آقا بالایی اصلا اینا همه به کنار، وجدان چی میگه؟ آقا وجدان یه آدم چجوری اجازه میده پولی که متعلق به همه است بگه فقط مال منه؟ اتفاقا این بار به ندای وجدانم گوش کردم که میگم حق ندارید رو حسابی که متعلق به من حساب باز کنید. پس این حرف آخرت آقا نصرت. حرف اول و آخرم عباس آقا. این حساب متعلق به من، خودم هم میدونم چجوری راجبش تصمیم بگیرم. راست میگی آقا،
حق داره حرف حساب بزنه، پول خودش هر جور دلش بخواد خرجش میکنه. تو چی کاره این وسط که موافقی؟ چیه رضا جون؟ حرف حق تلخه. میشه تو حرف نزنی جوانگی؟ آقا جان ببین میبینی آقا بالایی من دارم میشه تو حرف نزنی؟ مرد حسابی من دارم پشت تو وای میسم. من تو ترافیک هم نمیذارم تو پشت من وایسی. اگه تو حرف نزده بودی ما خودمون با هم صحبت کرده بودیم، تا حالا این مشکل رو حل کرده بودیم، رفته بود به یه کارش. نمیذاری که. چه مشکلی عباس آقا؟ چه مشکلی؟ الان اتفاقا به جای اون بیرونی ها مشکل من با شما هاست. دست شما درد نکنه آقا. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. نه دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. آقایون اجازه بدین دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. دست همه درد نکنه. زحمت کشیدین، خسته نباشین، تا اینجا موضوع رو آوردین. اجازه بدین با گفتگو خیلی راحت حل بشه بره پیکارش. آقا بالا جان بفرمایید. فکر کردید آقا نصرت بالایی بابوئه که با یه امضا و اثر انگشت صاحب حسابش بشه؟ نه؟ نه آقا نصرت، ما همچین فکری نکردیم. جسارت به شما هم نشه. اصلا مشکل ما شما نیستی، این مبلغ 2500 که نیست، 200 میلیون تومنه. هر کسی تو این موقعیت قرار بگیره وسوسه برش میداره، هوس برانگیزه، اصلا شیطون میره تو جلدش. شما نگران نباش، من هیچ وقت شیطون به جلدم نمیره. الانم آقا شب عیدی بلند شید برید رد کارتون، ما به زندگیمون برسیم. بفرمایید. بفرمایید. باشه آقا نصرت، ما میریم، ولی شما بدون این پول خوردن نداره. پول خودمه، میدونم چجوری بخورمش. من برای تو متاسفم آقا رضا که عقلتو دادی دست این جماعت. اتفاقا اشتباه حالی شد آقا نصرت. آقا رضا وکیل همه ماست، حرفش هم حرف همه ماست. پس برای همه تو متاسفم. ما برای شما متاسفم. نه من برای شما متاسفم. نه متاسف. ما برای شما. من برای شما ما متاسفم. آقایون اجازه بدین. شما متاسفی خیلی خوبه، ایشون متاسفه همینطور، ایشون متاسفه، بنده متاسفم. اصلا در عالم همسایگی ما وظیفمونه که متاسفم. چی داری میگی؟ جهانگیر متاسفم، متاسفی متاسفم. آقا نصرت بالایی که اون بالا نشستی، حق داری. خودت گیر نیستی، از گیر گور این جماعت هم خبر نداری. من اگه الان حرفی زدم یا حرفی میزنم، داوطلب از طرف این جماعت که از حقشون دفاع کنم. و اگر نگه به خودم باشه که من خیلی از این قرعه کشی ندیدم، تصمیمم هم گرفتم یه جایگزین پیدا کنید، پول منو بدید، من برم رد کارم. ما رو به خیر و شما رو به سلامت. به سلامت. کجا رسان؟ به سلامت. کجا بریم؟ کجا بریم؟ بله. بمونیم اینجا چیکار کنیم؟ این آقا نصرت مثل اینکه مرغش یه پا داره، حرف حرف خودشه. به جای اینکه ما طلبکارشیم، بدهکارم شدیم با آقا. همه چیز انداخ گردن ما. رضا جان وای میسیم تکلیف پولمون معلوم شه. کدوم پول؟ هی پول پول میکنی. کدوم پول؟ خوب شد. خیلی خوب شد داوود. عالی شد. الان دو نفر رفتن، دو نفرم کم بشه خودش خوبه میمونه 48 نفر اونم حل میشه. درست میشه. آقا به نظرم خیلی جلسه خوبی بود، پربار بود، همه هم راضی رفتن از جلسه بیرون. خسته نباشی، دست شما درد نکنه. بریم داوود جان، بریم. با اجازه. باش این 200 میلیونی که برنده شدیم سهم همه ما. الو شما ای ملی خانم، چرا با موبایل خودت زنگ نزدی؟ چی؟ پسرت موبایل بی تربیت. برای چی باید موبایل مادرش رو چک کنه؟ موبایلش رو گرفته؟ شما موبایلت نمیدادی بهش. ای بابا این بالایی پایین نمیاد چون میخواد پول ما رو بالا بکشه. من دیگه از این لحظه کاری به کار این صندوق ندارم. خانوم من تو این صندوق عضوه، ما میخوایم پولمونو بگیریم بریم پی کارمون. بیا بریم خانوم. بله اینطوری خیلی بهتره. ما همه پولمونو از صندوق میکشیم بیرون. بریم خانوم. آقایون لطفا تشریف ببرین، آقا نصرت رو با دستگاه پستشون راحت بزنین. بفرمایید. خواهش میکنم. عیدتون مبارک. بفرمایید. عید مبارک. عید همتون مبارک. بفرمایید. بله سالی که نکوس از بهارش بگیرم. نفوس بعد نسن خانوم گلچی. نصرت خانم جون ماشاءالله خودت داری سال نو رو خوب شروع میکنی، دیگه به ما بدبخت بیچاره ها چیکار داری؟ شکری نکن عزیزم، خدا یه دست گل بده. خدا حافظ. عیدتون مبارک باشه. خدا حافظ. عافیت باشه. نصرت خانم شما باهاش صحبت کنین، شاید حرف شما رو گوش کنه. خدا نگهدار. سال خوبی داشته باشی. ما باهاش صحبت. خدا حافظ نصرت جان. گفتیم صحنمون رو می‌گیریم، دست و بالمون باز میشه، می‌زنیم به زخم زنده. ماشین نو مبارک بهتون خانم. دنده اتومات. خدا متالی. اومالی خانم راست و پوسکنده بهش میگفتی ما عقد کردیم. بله اون غلط می‌کرد مخالفت کنه.
نه ملک خانم، ببین من قصه توهین ندارم، ولی ما زن و شوهر قانونی هستیم. اصلا من میخوام شما به این کارا کار نشته باش. من میرم دنبال خونه میگردم، میخوام ببینم کی میخواد مانع ما بشه. ببخشید ناسلامتی سال تحویل من و شما ملی خانم، کنار هم دیگه نیستیم. آره به جان ملی خانم، کاش میشد یه دو ساعت شما خواهرتو بپیچونی بیا لحظه سال تحویل لاقل کنار هم باشیم. منم دلم یه لحظه گوشی پشخطی دارم، پشخطی دارم گوشی. ولش کن، شماره توه، بعدم بهش زنگ میزنم. پسرته؟ اصلا حواسم نبود با من چیکار داره ملی خانم. به حالا من تماس میگیرم باش. باشه ملی خانم، من الان میرم سر وقت پسرم. شما نگران هیچی نباش، نگران پول، نگران هیچی نباش. من ترتیب همه کارا رو میدم، بعدم بهت زنگ میزنم. خداحافظ. خداحافظ. نصرت بابا، بابا، بابا برد افتخار میکنم بابا. ممنونم بابا. آفرین بابا، خوب جوابشون رو دادی بابا. آره بابا جان، باید ادب میشدن. تا پای پول اومد وسط همه اعتمادشون از دست دادن. عجب جماعتی هم اینو. دلش کن بابا، حرف پول رو نزن. پول چرک کف دست بابا. هلی. جیفه دنیاست، با این فقط میشه عذاب دوزخ خرید. باریکلا، باریکلا. کاش آقا جون اینا رو بهشون گفته بودی. حالش کن بابا، نصرت اومدم با تشریک مساعی کنم بابا. جانم بابا. وقت داری؟ بله بله، بفرمایید. بابا میگم حالا که دست و بالت باز شده داری یه خورده پول به من بدی بابا. بابا. جیفه دنیا میخوای، عذاب آخرت میخوای بابا؟ بابا من که غیر از تو فرزندی ندارم، امیدی ندارم، ممر درآمدی ندارم بابا. اون پول مال همه است بابا جان، چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ چطور؟ تا الان حساب تو بود، شد حالا پول همه؟ شما گوشی تو جواب بده، بعد با هم حرف میزنیم. من الان باید حرف میزنم دیگه، اینو بعدا جواب میدم. بله بابا جان، اون پول مال همه است. من که گفتم اگه چیزی بهشون گفتم میخواستم ادبشون کنم، وگرنه با این پول میشه فکرای بزرگ کرد. فکرای بزرگ، فکرای بزرگ. من بابا تماتور بزرگت کردم، فکر کردی بچم؟ بگو نمیخوام بدم دیگه، بی تربیت. با منی آقا جون؟ بله با تو هم. دست شما درد نکنه نصرت، انقدر که من وقت صرف تو کردم، پای بوته شلغم کرده بودم الان آلوه را میداد. هیچ کس درکم نمیکرد، حتی بابام. بابا شلغم دم عید، حالا همه رفتن سر خونه زندگیشون. بشین رو تو اینجا، باید بشین اینجا. چه وضعیه ما میافتیم؟ وایسی که بابا عوض، بابا عوض، شما برین تو، شما برین تو. امیرعلی بردار، میافته الان با محض. نصرت، امیرعلی، نصرت، یک دو سه. نصرت، بابا عوض کجا رفت؟ چه میدونم کجا رفت؟ یعنی چی چه میدونم؟ لابا تو یه چی بهش گفتی ناراحتش کردی اونم رفته. چی گفتم من؟ تو بابامو نمیشناسی؟ گم فقط نصرت میدونست که من به تنها خوری عادت ندارم و چی تو سرمه. منتها باید تا بعد تعطیلات صبر میکردم. مبارکتون باشه جناب بالایی، حواله به مبلغ 2 میلیارد ریال. در ضمن بانک پارسیان یک مراسم ویژن براتون در نظر گرفته که بعد از تعطیلات نوروز حتما باتون تماس میگیره.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، خیلی ممنون. ببخشید این یه صفرش کم نیست؟ نه درسته، ولی این انگار ویرگوله ها. نه ویرگول نیست، فکر میکنم حشره روش بیادبی کرده باشه. این اگه مگس روش بیادبی کنه که باید یه صفرش بیشتر. بله بله، هرچی شما بفرمایید، دستون درد نکنه. ممنونم. این قصه وام ما چی میشه؟ کی آماده میشه؟ اونم آماده بشه میگم باتون تماس بگیرم. بله ممنونم، چون میخوام شرکت رو راه بندازیم گفتیم. بله. فصل رو از دست ندیم. هیچ مشکلی نیست، دست روی خوب چیزی گذاشین جناب بالای. تولید خوراک دام و تویرو ارگانیک هم صرفه اقتصادی داره، هم به سلامتی مردم کمک میکنه. هرچی خدا بخواد دیگه. بله ببخشید آقای رئیس، ما میخواستیم یه حساب جدیدم برای این شرکت تازه تاسیسمون افتتاح کنه. مشکلی نیست، میگم جناب نظری باتون همکاری بکنه. جناب نظری تشریف بیارین. ببخشید یه لحظه. میخواستیم که این حساب از همین حساب خودمون باشه. خب چرا حساب جدید باز نمیکنی؟ نه چون این حساب و پوز برای ما شانس داشته، ما میخوام از همین باشه. دستتون درد نکنه. سلام علیکم. شما خبر نداری واداش شب عید بازنشسته رو ریختن یا نه؟ نه من شما جزو خبر ندارم، جزو اون 1,000,000 تا دیروز که نریخته بودم. ببخشید اینجا جای کسیه شما نشستی، الان میای زابرا میشه. ما پیرمردا زیاد جا نمیگیریم، مهربون میشینیم. شطرنج بازی میکنیم؟ زنمه. بله آقا. میگم زنمه، کسی که داره میاد زنمه. پس من مزاحم تو نمیشم. سلام علیکم ملیه خانم جان. سلام آقا عباس، چطوری؟ خوبی؟ والا خوبم اگه این پسرت بذاره. چقدر بی‌تربیته ملیه خانم. آقا عباس حالا بعد رو مادرش غیرت داره دیگه تا این حد ملی خانوم. حالا خدا رو شکن که هنون نفهمیده ما عقد کردیم، وگرنه که وگرنه چی ملی خانوم جان؟ ایچی درست میشه، ولی پیامکاش چیز دیگه ای میگه ها. آخه کارد سلاخی هم شد پیامک. بابا اون یه هاردو فورتی میکنه، یه کارد سلاخی بسته به کمرش واس خود چیزی میگه دیگه. کارد سلاخی میبنده پرشو. ملی خانم جان شما چرا در این مورد چی به من نگفته بودی؟ وا آقا عوض، شما راجب خصوصیات خودم پرسیدین که من همه رو راست و درست گفتم. ماشاءالله انقدر هول شده بودی که دیگه راجب سیامک چیزی از من نپرسیدی. آقا ملی خانم جان کارد سلاخی چیزی نیست که آدم بتونه نادیده بگیره. دوره این حرفا تموم شده. اگه از اون نظر میگی خب چی کار کنی؟ جزء ابزار کارشه دیگه. زنده زنده. باشه باشه شما بیا بغل، پرواری پرواری پرواری. باشه بیا بغل، بیا بغل شل کن گوسفند زنده پرواری. به شرطی چنگه بونه ببن. سیامک پسر ملیح خانوم تو کار گوسفند زنده بود. بعضی ها به خاطر نسبت خونی با هم برادرن، بعضی ها هم به خاطر شیر. من و سیامک بی خبر از همه جا با یه امضا داداش هم شده بودیم، بدون اینکه کسی رضایت هر دومونو بخواد. امضایی که آقا جون و مامان ملیح پای عقدنامه انداخته بودن و ما هیچ کدوممون ازش خبر نداشتیم.
قربونت برم، نه خونک نه زن دارم میکشم میارم. اون چی شد نیومدن؟ قربونت برم. خوش دهن میاد. اینو خیلی خوب مادر جون، اینو تو ببر قربونت برم. بود یا. اون سیر ترشی رو هم ورده ببر بذار سر سفره. بابات اگه سیر ترشی نباشه آبرو حیثیتمون رو میبره. با سبزی پلو دوست داره. وایسا ببینم. به داوود بگو جلو بابا عوض از قره کشی و چه میدونم جایزه و پست صحبت نکنه. نبود چیکار داره اون حرف بزنه بیچاره. خیلی خب حالا گفتم که نصرت چی شد این بره یخ کرد؟ ها؟ چی گفت؟ هیچی بابا هیچی نمیاد. یعنی چی نمیاد؟ یعنی همین دیگه. برو از دومادت بپرس یه ساعت اونجا نشستم التماسش کردم دستشو بوسیدم پاشو بوسیدم هر چی میگم انگار نه انگار. خب ایش میگفتی دوست داریم شب عیدی همه دوره هم باشیم سبزی پلو با ماهی درست کردم سیر ترشی گذاشتم. فکر کرده خودش نمیدونه شب عیده نمیدونه سبزی پلو هست. میگم نمیاد دیگه لج عوضی کرده. بابامو میشناسه. ای بابا الان تنها کسی که میتونه بیارتش امیرعلیه. این هم تعدیگاش مامونی من همه غذاش تعدیگ آخر غذا تعدیگه دیگه تعدیگه دیگه سر دیگه نیستش. صد بار بهت گفتم این پلو پز بگیر دمروش کن که تعدیگ غذا بیاد سر غذا اول بیاری. نه آخه این تعدیگش چسبیده بود دمکنه گذاشتم روش کمی خیس بخور. تعدیگ قابلمه‌ایش بهتره. نصرت بچه همه سیر ترشی رو گذاشتی جلو خودت بابا عوض. بیا بابا جون بیا بفهم تای ترشی رو نگه داشتی میگی بذار جلوی بابات همش گذاشتی جلوی شوهرت. دوت برچی اینو گذاشتی اینجا بذار جلوی بابا عوض. بابا عوض اینها تو هم لنگه مادرتی ترشی رو میذاری جلوی شوهرت. منم که عذبم و یالغوز. آدم عذب و یالغوزم باید تحمل کنه دیگه. یالغوز یعنی چی؟ یعنی بیزن یعنی عذب یعنی من و تو. فقط سر منو شما بیکلا مونده. قربونت برم من مادر. برای تو که خیلی زوده. ولی بابا عوضی خبرایی هست. چونه من چیه؟ چونه؟ چه خبریه؟ آدم مگه برای یک کاسه سیر ترشی میره زن میگیره؟ بفرما باجو اینم دبش. هر کسی برای ازدواج دلایل خاص خودش داره. بله شما هم که دلیلت مشخصه. اومدی وارد زندگی ما شدی که سونامی با خودت بیا. بابا عوض اگه تا حالا زن نگرفته به خاطر این که با تنهاش نذاشتیم دورش بودیم نذاشتیم آب تو دلش تکون بخوره. اصلا بابا هر کاری بخواد بکنه خودش میکنه منم نوکرش رو میکنم. این حرفا نیست که بگه قصه عزیز جون 10000 بار نگفته براتون. همه نشسته بودن تو خونه یهو دیدن بابا عوض یا الله یا الله دست یه خانومی دستش اومده تو. این کیه؟ زنمه. بابا چیه بابا جان خلاف شهر که نکرده. خب زن گرفته اومده خونه. بابا عوض این سیر ترشی همسه نمیرعلیه. بخور خوش باش. زندگی همه سیر و ترشی نیست. آدم از یه وقتایی دیگه بزرگ نمیشه پیر میشه. خسته نمیشه میبره. تکراری نمیشه. زیادی میشه. خدا هیچ کدومتونو به دردی که من گرفتارشم دچار نکنه. اونم تنهاییه. خدا به سفرت برکت بده بابا. نمیخواییم پیاده شونه؟ بچه هم از که کسی نیست میتونیم پیاده شیم. من میگم ریسکه بابا. بابا حالا چرا اومدیم دو سه تا کوچه پایین ده نگه داشتیم؟ یعنی معلوم نیست بابا اومدیم اینجا. خب همسایه ها ما رو نبیدن دیگه. میدونی چند تا پله باید بریم بالا فتی؟ بریم کسی نیست. بیا پایین. من تکرار میکنم. بیا پایین. تکرار میکنم. ریسک با ریسک. پیاده شو. پیاده شو بابا. یواش باز کنین در رو. یواش باز کنین. پیاده شو جان. در صندوق رو بزن. در صندوق.
چه خبره تو آقا؟ ببخشید آقا. خدا به تو چه کارت نکنه فتی، ببین ما رو به چه روزی انداختی. آقا دودا کسی نیومده بیان کرایه ما رو بده تا بریم. آقا چقدر میشه؟ 45,000. یواش بابا مردم خوابیده. 45,000 من قد داد فریاد نداری که من شما هم تخفیف دادم آقا. خیلی خوب بیا برو برو به سلامت. سر صدایی به در میاری یواش. بابا جان موبایل من سایلنتش کنم. با بگو اینو بلندش کنه. چرا خودت بهش نمیگی؟ بلند کن دیگه بابا. مامان جان مگه مسابقات وزنه برداری من اینو بلندش کنم؟ اگه اینجوری بود که من میرفتم اردو. مثل موقع رفتنی بلندش کن مامان. مامان جان موقع هیچی تو این ساکه نبودش. الان سوغاتی خریدیم نمیتونم بلندش کنم. بودو بودو مامان کمکش کنسی که تو این بری چه بودو سریع بودو بودو بچه ها یواش برین تو باشی بیبن بیبن خدای شکرت. وای خدا چرا روشن کن باشه باشه. آی مادم خسته بیا خسته بلوخ دارم. مامان ای ساکو باکو وسایل در میاد خراب نشن نکنم. ایش واقعا هیچ جا مثل خونه خدا آدم نمیشه واقعا. بابا همچین میگه انگاش سند شیشتونگی خونه رو زیر بغلمونه. دیدی چیو دیدم مامان جان؟ یادمون رو برای 700 سماخ بخریم. بالا میرم میخرمش. کجا داری میری بابا؟ این دیمونه شده میبینه آبرو حیثیت اون میره. اه بعد جمالی یه سیمبالا پای ایرادی نداره که. شوا چی میگی فتی؟ سوری جان من تو سفره سنوبر رو میذارم خوبه؟ آخه بابای من کی سر سفره هفتین کفتر میذاره که ما بذاریم؟ کفتر، ماهی، پرنده، مارم که نیشت زده. امسال چه سالی بشه فتی؟ گوشتا رو بذار توی یخچال. بابا جان سنوبر با ساده ما سین بعد بذاریم سر سفره. میخوای سویچ منو بذاریم؟ آخه تو برچه کشکی کشکی همیشه حرف میزنی. هر سین سفره هفت سین یه فلسفه واسه خودش داره بابا. بله سنوبر فلسفهش پروازه، پریدنه، اوج گرفتنه، دیوانه. سویچ فلسفه چیه؟ سویچ هم بابا حرکت، استارت، حرکت، رو به جلو، تو پیچ، همه چی میشه. بده من سویچ بده من. چراغ برای چی روشن گذاشتی؟ چراغ برای چی روشن گذاشتی؟ بعدش میگی تو بابا برقی هستی؟ بابا جا خواه همسایه شک میکنن. راست میگی شک میکنن. پشت خاموشش کن. نه 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 اینطوری بدتر شک میکنه خاموش روشن بشه. تو سون آقا فتی
آره چی؟ بابا اومدن میگن اختلاس کردی. اختلاس؟ بابا بیا از پشتمون فرار کن، برای جاپا میگیرم. فرار برای چی؟ مگه من چیکار کردم؟ نصرت، همه اونایی که تو قرعه کشی شرکت کردن رفتن ازت شکایت کردن. حالا چیکار کنم نصرت؟ حقت بخور. کسی که بین باباش و بقیه فرق نذاره حقش همینه. آه هم گرفت. انقدر جان زدی که بوش در اومد. بوشه. 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 آقا جون، آقا جون، آقا جون، آقا جون، بابا جان اینجوری بخوایی لفتش بدی من باید سالو تو عموم تحویل کنم. بابا مگه ندیدی چه مساحتی رو شستم؟ نباید تحویل بگیر دیگه. بله خب دست دارم. بیدیله بیدیله چهر جمع کرده مادر. باشه باشه زودتر آب کشی کن بیا به منم برسه دیگه. نه بابا جان نه، این حموم به درد پولدارا نمیخوره. شما یه حموم چل ستون چل پنجره لازم داری، سونا، جکوزی. بفرمایید بفرمایید. آقا جون، آقا جون، خیلی خب منم از خیر همون گذشتم اصلا، ولش کن. یعنی چی از خیر همون گذشتم؟ همینجوری کله کسی میخوای بشی پای سفره افسی من نمیذارم. نمیبینی پدر شوهرت بس نشسته تو همون چیکار کنم؟ حالا چی میخواد ازت؟ هیچی بابا. فهمی جان، او سنباله بیار. به من دروغ نگو. رو ببینم چی میخواد ازت؟ هیچی بابا، یه 30 میلیون پول میخواد. گفتم نمیتونم بدم، حالا قهر کرده لج میکنه. پول میخواد چیکار کنه؟ افراد. بله بابا. با تو نیستم نصرت. بهش بگو وقتی که پول قرعه کشی من رو بردی تو مؤسسه مالی اعتباری سرمایه گذاری کردی، مگه من چیزی پرسیدم؟ هیچ کس بهش مربوط نیست که من با این پول میخوام چیکار کنم. باشه بابا جان، شما زودتر بیا بیرون. من نمیام بیرون، تو بیا تو. بیا بیا، باید پشتمو کیسه بکشی. بیا بیرون. ببین نصرت، تیلیاردرم که بشی باید پشت باباتو کیسه بکشی. بیا شما جون بخواه جون. بابا نمیخوام، پول میخوام. اون 200 میلیون فدای تار مود. تو چرا اینجا بایستدی مادر؟ یخ میزنه. لباسه تو گذاشتم اونجا. کاری نیست انجام بدم. اون لباسه بچه رو تنش کن. مامان هنوز تو حرفت هستی؟ کدوم حرف مادر؟ همون که اگه قرعه رو ببری سهمتو میدی به من. حالا که نبردیم، هر وقت بردیم چشم. خب پس حالا که من یه بچه پول دارم، اون پول از بابام میگیرم، میریم یه خونه رهن میکنیم، قرعه رو که بردیم پولشو میدیم به بابا. اینه شوهرت یادت داده؟ نه بابا، اون که اینه خیالش هم نیست، 10 ساله داره خونه ما باباش زندگی. روی پول حساب نکن. مامان حالا خودت گفتی. من پول قرعه کشی رو گفتم، نه پول باباته. خب اون پول بابا میخواد چیکار کنه؟ میخواد بذاره تو بانک بده به ما، ما بریم خونمون رو بگیریم، قرعه رو که بردیم پولو میدیم به بابا. اصلا شاید ماه بعد ما بردیم، کی میدونه. من بابات خوب میشناسم، به او پول دست نمیزنه، یه فکرایی براش داره. ها چی ها بابا جون؟ من که چیزی نگفتم که. هی میگی پول میخواد چیکار، پول میخواد چیکار؟ اصلا میخوام تجدید فراز نمودم. با
باشه، مبارکه. باشه آقا. هر 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 هر، یعنی به من نمیاد که زن بگیرم؟ چرا آقا جون، چرا به شما میاد؟ من فقط میگم کی تو این وضعیت میاد اخلاق شما رو تحمل کنه؟ ببینم اخلاق من چشه بچه؟ چیزی نگفتم که آقا جون، منظورم اینه که این اخلاق مهربون، خوش اخلاق، این همه زیبایی رو فقط عزیز جون میتونست تحمل بکنه. بیا مامان، عمو نوروز، اینم اسفند. مامان بیا 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 یواش مامان، یواش بذار همینجا. آفرین پسرم، دست درد نکنه. هفته شد؟ بابات کو؟ داره به کفترش آب و دون میده. این مرد تو آبروی ما رو نبره و ولکن نیست. برو صداش کن بگو سال داره تحویل میشه. بذار تو حال خودم باشم، منو این چند تاشم، منو این چند. بابا یه خود ورزش کنی به جای برد نمیخوره. بیا خود جلتر، بیا جلتر عزیزم. بیا همش قصه است، قصه دفت میشه، دفت نمیشه. اینا رو میخورید چاق میشه دیگه. بیا جلتر عزیزم، اینو بکش. خب تو یه خود بزن، اینو بزن اونجا. بجنبین بابا، بجنبین، الان سال تحویل میشه. چی شده کردی ماما؟ اب نداره، اب نداره مادر. نه بابا جان، نه تو تکون نخور، بیا اینجا میخوری زمین خونه رو خراب میکنی. نصرت. بله. تمام نشد، تمیز نشد. چی تمام نشد؟ مگه خامه مالیده؟ پمپاش کرده رفته به خوردش. خب یه چیز دیگه بپوش. مزون دارم من. بیا بابا، بیا اینو بپوش، بعد اتوش کردم. اون درست نمیشه. دست درد نکنه. آخه اون رنگ به اینا میخوره؟ یه کارش میکنیم. خدا نگهدار. سال تحویلی کجا بابا جان؟ نصرت. بله 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 بابا، این درد با تو نیستم. نصرت بابا، یکی از همسایه ها رو تو نونوایی دیدم، گفت چراغ خونه فتیه اینا روشنه، میرم یه وقت دزدی مزدی چیزی اونجا نیومده باشه. بابا کجا؟ میخوایم دور سفره هفت‌سین همه کنار هم باشیم. شما راحت باشین بابا، بعدش هم من آبم با پولدارا توی یه جوب نمیره، نمیتونم یه جا باهاشون بشینم. بابا عوض، برای نهار بیا. یا برین تو بابا، برین تو. چی شد یا؟ برین تو، یه بار تو بینه، یه بار تو. خیلی خوب دارم. برو تو. سلام علیکم بابا. سلام علیکم. سلام علیکم بابا. شو 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 بابا. چی؟ مامان؟
برای چی زنگ نزدی نیاد گلدونا رو آب بدی؟ یادم رفت. یعنی چی یادم رفت؟ شاهین گفتم رفتیم خارج، اگه بفرما اومدیم داخل من آبرون میره. تو مغزت رگ برگ نشه الان تو این لحظه داری به این چیزا فکر میکنی؟ ول کن تو هم ماما جا. آقا این بچه رو بفرست مسابقات روباتیک موباتیک چی چیه؟ این بچه داره حیف میشه. بابا الان گلدونا رو آب میده میره. ول کن تو هم الان وقتی این حرف هاست میگم نکنه بیاد داخل. یاد ماما جا من این شخصیتی که میشناسم این بیاد داخل بزرگتره بخواد ایدی بده مطمئنن نمیاد. نمیاد. پاشو پاشو برو بابا تو صدا کن بشه بگو یه وقت سر صدا نکنه آبرومون بره. تو هم اون در رو ببند. حالا میرد بیا برو نم بیا برو. بابا بله بله بابا عوض اومده گلدونا رو آب بده. آب بده یعنی چی؟ یعنی این گلدونا رو اومده آب بده دیگه. یعنی چی نداره بابا؟ این اینجا چی میخواد آخه؟ یادم رفت به نصرت زنگ بزنم. نه بایسی همون شاید میخواد بیاد گلدونای تو خونه رو آب بده. بابا موقع ساده بری که گلدون آب میده که این اومده بچه ما گلدون نداریم اینجا که بابا شاید اومده به کاره من چه میدونم. آخه تو کاری سایزه تو کمد میری پاک چه خبره؟ بریم بریم بابا بریم. بله برو مالی خانم جا کسی شما رو ندی؟ ها؟ خلقو بیا تو بیا 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 بازن شد مالی خانم جا یه ذره در رو بچه سمت خود این گیر داره درش باز شد بفرما بفرما چی نمیشه چی نیست. سلام مالی خانم جان. سلام. خیلی خوش آمدی کفشات در رو بزن. خوش آمدی بفرما مالی خانم جان. کسی شما رو ندید؟ نه بابا کوچه خلوت بود تیشکی نبود. میگم آقا فست اینجا خونه کیه؟ اینجا خونه خودم نیست مال همسایه است. بله میگم یه وقت ناراضی نباشن ما اومدیم. نه نه کلید دادن به ما قرار سر بزنیم رفتن خارج. بفرما نیستم. نه بفرما فلزو روشن کن. چه قشنگ چه سفره هفتینه بامزه ای چه باسلیقه خوشت اومد؟ آره خیلی قشنگه. بله خیلی باسلیقه ای. میگم ملی خان جان دوست داری بریم سینما؟ با آقا از الان موقع سالنو بریم سینما؟ نه به خاطر که یک دلشوره ای افتاده به جونم. چرا؟ پسرت یه وقت تعقیبت نکرده باشه. نه بابا خیالت راحت باشه اون فکر میکنه من الان خونه خواهرم. میگم که آشپزخونه کجاست؟ آشپزخونه اونجاست. ها برای چی؟ میخوام برم چای درست کنم. خب چای من درست کردم. تو کی اومدی این همه کارا رو کردی؟ بردیش در آشپزخونه. داستان تنده. استکان نلبکی فنجون چیزی کجاست؟ مثل که پسرم داری یارو پسر داشته باشه با اون پسر داشته مشکلی بیده. حالا اینا کی میخوام برم با این اوضاع و هوا؟ گفتم کابوس گنجبین رو میگرفتیم همینجا سیز ذره به در میگردیم. لا حول ولا قوة الا
امید تو. نه دو خوبه. زمین یک خوبه. بزنسه. عزیز من چرا جر میکنید؟ مگه فوتبال و سریال همه شبکه ها لحظه تحویل سال رو نشون میده؟ ببین کدوم رو داوود میخواد. نصرت خانم از کی تا حالا دستگاه پوزم میاد تو سفره افسین؟ گفتم حالا که پوز هست او پولی که هر سال برای خیریه میذاشتیم کنار با همی بکشیم دیگه راحت. بله گفت میشه پرداخت کرد ولی همینجوری که نیست، اپلیکیشن میخواد. اپلیکیشن بابا شما بگو نرم افزار. آقایی که پوز رو تحویل داد گفت با اشانتیون یا اپلیکیشن هم ریخت روی چیز موبایل من، گفت والا با این اپلیکیشن هم میشه قبض گرفتم خیریه رو پرداخت. چه میدونم، خب با همون اپلیکیشن راش بنداز. شما بگو همون نرم افزار. اپلیکیشن عزیزم نرم افزار. نخور مادر قربونت، وقت تا آخر سال هی میخوای بخوری. سال داره تحویل میشه بابا، عوض نمیاد. یاد ان شاء الله. بیا بابا بفرما. بفرما. اینجا بشین. چایی بخوریم؟ آه بفرما. چایی که شما ریختی خوردن داره ملی خانم جان. نوش جونتون. اون قرآن رو بدیم به من. چش. ساعت چنده؟ فکر نکنم زیاد بشه. بابا میخوام سال تحویل بدونم. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا مدبر اللیل و النهار. یا محول الحول و الاحوال، یا محول الحول و الاحوال، یا محول حب الحالنا. حب الحالنا الى احسن الحال. حب الحالنا الى احسن الحال. يا محبل الحول والاحوال، حب الحالنا الى احسن الحال. فرخونده باشون من اینو عیده شما مبارک. فصل گل سنوبر عیدی ما یادت نره. دوتا بابا عیدی
بابا این دیره خیلی شما مبارک صد سال بعدی سالا دستتون درد نکنه خیلی بابا نمیدونم لگو جانم تو بردیه بیا بذار تو جیبت بگی خیلی برکتش بفرمایید دست شما درد نکنه سال مبارک بفرمایید خیلی ممنون سال پرمنی میگم با جناب بگی منم گوشت کنم ان شاء الله تو سال جدید عمرت زیاد بشه رود کم بشه بچه ها یه دقیقه صبر کنید تلفن بابا رو کار داره تلفن تلفن بیا 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 جهانگیر بیا جیبیتو باز کن یه نه تلفن جیبیتو باز کن تلفن که ببین فکر بچه هات فرمان فریبان نفهمه دسته در نکنه همه چون به تا با جناقه تو بشنسی برو بچه هم رو سفیدم کردی با در نمه دیگم خب حالا هر کی عیدی میخواد باید ساکت بمونه بفرما بسرم این مال شما این مال شما این مال شما نکن بابا این مال شما ممنون بابا شما آفرین بسرم آفرین بفرمو بابا جان اینم خدمت شما قربون قد و بالا عیدت مبارک بذارش اینجا یادگار عزیز جونه بفرمو چرا بابام دوتا؟ بابات یه دونشو داده بود به من که میخواست بده به تو من یادم رفت بهش بده برو از بابا بزرگ تشکر کن بودو بابا ظریف باش بزرم خب اینم عیدی من بابا جان پاشو له کردی من قربونت برم کارت آفرینه کارت هدیه است مادر به به دست در پولاتونو ریختم بله مادر بزرگت مدرن شده بله حالا نوبت خیری است باید اپلیکیشن داشته باشیم دیگه تو گفت چجوری به اپلی من دارم اشتباه میگم اپلیکیشن بابا من نصبش کردم گوشی ما بده داوود بیا مادر خب خلو دیگه بریزه بیا سی بریزه چقدر؟ صد تو خیلی اصلا شما بیاین یاد بگیریم بیاین ببین میریم توی این اپلیکیشن میگه که شماره یه کارت نه میگه که مبلغ خب میگه که شماره یه رمز 71-14 پرداخت شد رفت به 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 مبارکه مبارکه بابا امیرعلی گوشت شیرینی بچرخون باشو بابا باشو باشو بچرخون بسی که در میزنه بابا عوض دارم بابا عوض کلید داره آخ مهمون اومد جمع کنید باز بکن نه نمیخواد مهمون اول عیدی شگونی داره خودم داره باز بکن جمع کنیم بابا جمع کنیم باشه ما بله میتونیدم بله کیه سلام علیکم بله بفرمایید سلام علیکم سال نو تو مبارک سال نو شما مبارک بفرمایید بفرمایید برو بگو اون بالایی بیاد پایین کارش کنه اینی که این پایین وایساده بالاییه بفرمایید ببین واسه من قلمبه سلمبه صحبت نکن که حال حوصله ندارم میگم برو بگو اون بالایی بیاد پایین منم دارم میگم اینی که این پایین وایساده بالاییه بفرمایید بالایی توی تو اونی که مامان جون ملیه من هر را به در کرده پویی چرا اینجوری میکنی باشوارم؟ باشوارم چی کار داری؟ جلو نیا بگره کار دستش میدم داوود داوود رو کشتش مامان ملیه بیا خانوم کیه؟ ملیه کیه؟ تو که باز بهتر بشنسی مامان ملیه جون یه سیامکت اومده مامان ملیه ای داره برو بینه اقب بچه جوجه خجالت بکشم و این کل گندت من باز خجالت بکشم یا این؟ بابا مای سفیده من چی کار کرده؟ چی کار کرده؟
این سند مشارکت رو تو کمد پیدا کردم. معلوم نیست چی زیر گوش مامان جون ملیه من خونده که بی اجازه من رفته عقد کرده. چی میگه نصرت؟ چی کار کردی؟ من نمیدونم چی میگه. نمیدونی؟